سلام بچه ها، بدون اتلاف وقت میرم سراغ اخبار. اگه دوست داشتی این پست رو لایک کن و تا انتها همراه من باش. خبر اول در مورد تمدید قرارداد پرسپولیس با اسمار ویراس. خب با توجه به عملکرد فوق‌العاده اسمار تو این فصل دوم که در انتها با قهرمانی باشکوه قرمزها همراه بود، باشگاه پرسپولیس تمدید با اسمار ویرا رو تو دستور کار قرار داده. قبل از پایان فصل مذاکرات ابتدایی صورت گرفته بود و حالا این مذاکرات جدی‌تر شده. به طور کلی اسمار تمایل به ادامه دادن تو جمع قرمزها داره، اما چند تا مشکل این وسط هست که حالا میگم براتون. اولا در مورد مبلغ قرارداد بگم، امروز چند تا سایت خبر زدن که اسمار درخواست مبلغ بالا و نامعقول داشته. باید بگم این اخبار تماما شایعه است و مبلغی که اسمار باش با پرسپولیس به توافق رسیده خیلی هم معقول و خوبه. اما پس مشکل چیه؟ اسمار سرمربی برزیلی پرسپولیس به مدیران باشگاه اعلام کرده که همسرش مبتلا به یه بیماری شده و قراره تو روزهای آینده آزمایشات لازم انجام بشه. به خاطر همین به باشگاه اطلاع داده طی چند روز آینده وقتی شرایط همسرش مشخص بشه قراردادش رو با پرسپولیس منعقد میکنه. اسمار حتی لیست خرید هم به باشگاه داده که تو ویدیوهای قبلی خودم از چند تا بازیکنهای لیست اسمار رونمایی کردم. یکی دیگه از درخواست‌های سرمربی برزیلی پرسپولیس این بوده که یه خونه مناسب براش فراهم بشه تا بتونه خانواده‌اش رو به ایران بیاره، چون تو این مدت خانواده‌اش تو ایران حضور نداشتن. به طور کلی با توجه به شرایط موجود من بعید می‌دونم مشکلی پیش بیاد و تا چند روز آینده باید منتظر تمدید قرارداد سرمربی موفق قرمزها باشیم. و اما خبر دوم درباره مهدی ترابیه. مهدی که یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار پرسپولیس در طول فصل بوده، چند بار به وضعیت موجود اعتراض داشت و مصاحبه‌هاش هم یکم بوی جدایی می‌داد. اما دلیل نگرانی‌ها درباره مهدی ترابی چیه؟ ترابی یه پیشنهاد نجومی داره که از طرف باشگاه تراکتوره. باشگاه تراکتور با ارائه پیشنهاد 1 میلیون دلاری به ترابی این بازیکن رو یکم هوایی کرده. البته در رابطه با مهدی هم من بعید میدونم از جمع پرسپولیس جدا بشه، چون با خصوصی شدن پرسپولیس وضع پرداختی ها خیلی بهتر شده و بازیکن ها دریافتی هاشون خیلی بالاتر اومده. به خاطر همین بعید میدونم مهدی پرسپولیس رو ول کنه و به تبریز بره. البته این داستان برای دانیال اسماعیلی فر هم هست و گویا دانیال هم یه پیشنهاد نجومی از باشگاه تراکتور داره. به طور کلی من بعید میدونم پرسپولیس این فصل یه بازیکنش رو به خاطر مسائل مالی از دست بده و اون بازیکن به یه تیم دیگه تو لیگ ایران بره. اگرم بازیکنی جدا بشه خودش از شرایط راضی نیست و به خاطر مسائل مالی من بعید میدونم پرسپولیس این فصل بازیکن از دست بده. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی ممنون میشم این پست رو لایک کنی. بریم سراغ ادامه ویدیو. متاسفم برای ادبیات ایشون، برای این سن سالشون که همچین ادبیاتی دارن. واقعا البته ایشون قبلا شخصیت خودشون رو نشون دادن، تمام کسایی که ایشونو میشناسن میدونن ایشون چه ادبیاتی در محاوراتشون دارن. البته نمایانگر خودشونه، شخصیت خودشونه که عوض این که به حرفای من که محترمانه زده شده محترمانه پاسخ بده، با یه ادبیات چاله میدونی داره پاسخ میده. واقعا متاسفم و شما هم اعتراض دارم چجوری اجازه میدید افراد با همچین ادبیاتی بیان صحبت بکنن. شما یه پاسخ، شما اومدی تو چشم ملت نگاه میکنیم که من قرارداد 15 میلیارد تومانی سقف منه. شما واقعا تو چشم ملت چرا ملت رو تحمیق میکنید؟ شما بازیکناتون 15 میلیارده؟ این که نمیشه که ما به راحتی بیام همین چیزا رو بگیم بعد انتظار داشته باشیم هیچ کی حرفی نزنه به ما. خب شما یک اشتباه آمد جام رو از ما گرفت، یک اشتباه قهرمانی از ما گرفت، چرا ناراحتید؟ ما میخوایم پیگیری بکنیم، میخوایم پیگیری بکنیم که موضوع جمع بشه. مگه حق با شما نیست؟ خب چرا ناراحت میشید؟ شما چه ربطی داره پیامی که گفته باشه پخش شده وایرال شده، حالا بوده نبوده، گفتید نبوده، خب ما هم قبول کردیم. این چه ربطی به اصل قضایا داره؟ این که در بازی آخر شما یک بازی بیشتر با تماشاگر بازی کردید، چرا شما باید یک بازی بیشتر با تماشاگر بازی بکنید؟ برای چه؟ چرا باید شما همون چیزی که درسته که سپاهان گذاشت، چرا بازی اول با بازی آخر با گل آفساید باید تموم بکنید؟ کی این حق رو به شما داده؟ کی این حق شما داده به همه بخواید توهین بکنید؟ بعد همه چی هم مسئول باشید شما. الان شما این صحبت‌ها رو که توهین کردید، الان اگر رکن قضایی باشه با همین توهین‌ها باید ایشونو همین الان محکوم بکنه.
چرا میگید ما خودمون رو بالاتر از همه میدونیم؟ این نگاه بالا پایین شما از کجا تو این فوتبال آوردید؟ میگید با فلانی و فلانی و فلانی صحبت کردیم. خب اصلا چه ارتباطی بین شما هست؟ ما اتفاقا یکی از مشکلات ما در باشگاه استقلال همینه. آقا باشگاه استقلال متعلق استقلالی هاست. ما باید حقوق باشگاهمون که فکر میکنیم تضییع شده، امارات قراین داریم، مدارک و مستنداتی که حداقل برای خودمون قابل قبوله، ما که نگفتیم ما رأی میدیم. کجای جملات من گفتم قطعی این هستش؟ گفتم آقا ما یه قرائنی داریم از نظر ما اینه، اما نظر نهایی اون نیست، نظر نهایی رو قاضی تعیین میکنه. کجا ما فتوا دادیم مثل شما که میاد قشنگ فتوا میدید میگید هوادار؟ ببخشید ما قراردادامون رو همه رو اعلام کردیم، اگر با موبایل موسوی چیزی شده انجام دادیم اعلام کردیم. آیا شما اعلام کردید تا حالا؟ شما تا حالا گفتید؟ شما صحبت‌های در برنامه‌های مختلف هیئت مدیرشون و خودشون در مورد هوادار متمول ببین چقدر ضد و نقیضه. یکی میگه نداده، یکی میگه 5% داده، کاپیتانشون میگه مثلا نفری 2 میلیارد داده. خب آقا همون حرف نفری 2 میلیارد آیا در سندهای مالیشون قید شده یا نشده؟ خب ما اینا رو نگیم؟ چون شما میخواهید با اون ادبیات حتاکانه باید حمله کنید به من تو این برنامه؟ ما هیچ حق دفاع کردن نداریم، همیشه ما باید جام رو به شما بدیم و شما بیاید این کارا رو بکنید که بقیه بترسن؟ واقعا در شأن باشگاه هست، من واقعا متاسفم، واقعا متاسفم. عوض این پاسخ بدن میان در ساعت 1:30 میشن مثل که خواب نمیدونم، میشون مثل که مشکل بیخای پیدا میکنه، مثل که ادب رو فراموش میکنن، نه متناسب با شخصیت. فکرم تو جلسات خصوصی فقط ادب رو رعایت نمیکنن. دیدم نه خیر، ایشون در برنامه سراسر تلویزیون همین کارو انجام میدن. واقعا متاسفم. بنده یک سری دلایلی رو آوردم، گفتم آقا این درایه و قرائن وجود داره، باید مرجع رسیدگی بشه. شما چرا انقدر ناراحت میشید؟ بگه شما این همه صحبت کردید در علی ما، شما از روز اول تمام مستنداتش هست، این دیگه مستند هست، تا زمانی که از ما جلو افتادید مرتب داشتید مصاحبه میکردید، مرتب شما داشتید بیانیه میذاشتید، مرتب داشتید استوری میذاشتید. حتی نامه های من با آقای حمیسی هست که آقای حمیسی چرا با اینا برخورد نمیکنید؟ چرا همزمان شما منتظر میمونید ما برخورد بکنیم بعد جریمه بکنید؟ چرا اون زمانی که ما چرا همیشه ما باید واکنش داشته باشیم؟ هیچ موقع کنش از سوی ما نبوده، همیشه به ما حمله شده، همیشه بیانیه داده شده، همیشه استوری داده شده. بله بعد از اون که جلو افتاد مشخصه دیگه. بله اون موقع سکوت میکنید، چرا سکوت نکنید؟ چرا سکوت نکنید؟ جلو افتادید دارید میرید جلو، اومدید اول برنامه صحبت کردید، الان زنگ این همه صحبت میکنید. خب بله ما هم جوابگو و پاسخ تمام اتهامات شما خواهیم بود. در مورد آقای عرب براقی الان اومدن وکیل ایشون شدن، آقای عرب براقی خودشون تماس گرفتن، نیاز به وکیل مدافع ندارن. بنده سوال من خیلی قشنگه، اولین بار در خصوص ایشون فصل 1401 مطرح شد، خیلی کافی بود در همان زمان اعلام میکردن، مرجع قضایی شکایت میکردن. وقتی که یک پیجی به مدت 2 سال فعاله و داره میاد، خب معنیش چیه؟ الان میاد یه پیج میلام سمیه فعالیت میکنه 2 ساله 3 ساله، من سکوت میکنم. این سکوت من دلیل بر اینه که مشکلی نیست. مگه میشه آقای میساقی یه پیج به اسم شما فعالیت بکنه و بعد شما بعد 3 سال بگید این پیج مال من نیست، الان برید دیلیت اکانت بکنی فلان بگید مال من نیست؟ بعد تازه من مشکلی ندارم، ایشون صحبتی کردم، ایشون پاسخی دادن، بنده تمام صحبتهای من هست که بنده اونجا گفتم به هیچ کس اتهامی وارد نمی کنم، من ایشون رو به عنوان قرائن و امارات دارم به دادگاه میدم و دادگاه بررسی بکنه. بنده بارها گفتم من اینو فساد سیستماتیک نمیدونم، بلکه اعتقاد دارم افرادی با برخی افراد در ارتباطند، یا ترک فعل میکنند یا کارهایی رو انجام میدن. چگونگی که شما برخی از صحبت‌ها رو ندید میگیرید، برخی از حرف‌ها رو ندید میگیرید در زمینی که کسی آمده از آقای خسروی چرا دفاع میکنید؟ شما چرا از آقای عرب براقی دفاع میکنید؟ چه چیزی هست که شما از آقایون دفاع میکنید؟ آقا خودشون از خودشون نمیتونن دفاع بکنن. من واقعا متاسفم، واقعا این ادبیات زمانو بچه‌ها در نظر گرفتن، زمان دقیقش رو برای من میفرستن. الان صحبت‌های بخش آخر آقای سمی همین میزان برای آقای درویش قائل میشیم، بفرمایید. واقعا دیگه ایشون وقاحت رو به حد اعلا رسونده. حالا متوجه میشم که یه زمانی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای کریمی بود ایشون اخراج کرد. ایشون خوب این مسئله به شما چه ربطی داره؟ من نمیفهمم آقای چه این حرفا یعنی چی؟ اصلا یعنی چی برادر؟ الان فردا شما رو اخراج کن چه ربطی داره؟ اولا آقای کریمی نکردن، هیئت مدیره بود. خب صحبتشون تمام شد. نمیشه که این زمانو برای شما قائل تو این کنن که آقای سمی این زمانو برای شما قائل. من پاسخ دادم به سوالاتشون. عرض می‌کنم این زمانو که استفاده کردن همون تایمو برای شما قائل میشه. آخه من سنم رفته با شناسنامه دارم آقا که نوبتش نیست صحبت کنه.
یه دم دو ساعت و نیم از حقوق و از نمیدونم مسائل حقوقی صحبت کرد، ولی انقدر درک نداره. وقتی یک وقتی به ایشون دادن به طرف مقابلم باید وقت داد، ولی متاسفانه خب اینا عادت کردن، مدلشون اینجوریه. اول اینکه انقدر ایشون وضعیه که این دروغا رو گفته، تراکتور گفته، نمیدونم سپاهان گفته، الان بدون اینکه عذرخواهی کنه حرفشون یا تکرار میکنه. در ثانی عرض کردم اگر هوا داره متمروله، شما بگین قرارداد اون آقایی که 16 بادم من اسمشون یادم رفت 16 میلیارد بود چجوری شد 160 میلیون تومن؟ چه کسی پولیش داره؟ سازمان لیگ بپرسید، از ارکان قضایی بپرسید. پس شما هم بریم برای آقای بهرامند و سازمان لیگ خودت محکوم کنید. تو چه حقوق میدونی؟ شما که بلدی خوب صحبت کنی، به صحبت ما ایراد میگیری که صحبت ما مال کشورهای پیش رفته نیست. خب حداقل اینقدر ادب داشته باش. اگه میدونی از سازمان لیگ میشه پرسید، شما اول برو سازمان لیگ بپرسید اگر قرارداد آقای بیرانوند یا دیگری اشکال داشت، بعد در یک رسانه ملی عنوان کنید که قرارداد اینها ایراد داره یا بیشتر از این بود یا افشا نشده. ما که کوچکترین قرارداد اون افشا شده، همین الان مبین و روشنه. اول فصل خودشون در نامه رسمی اعلام کردن 325 میلیارد تومان. خب طبق قانون اینا میتونستن 310 میلیارد تومان قرارداد بدن. خب محکوم بود. منتها ببین به چه راحتی میان اینجا میشینن و دفاع میکنن و جوابی برای اینها ندادن. همین سوال شما از ایشون کردین که آیا جهت برکناری این مربی بزرگ شما امضا کردین یا نه؟ ببین چقدر تفره رفته، این از کجا آوردی؟ آقا از کجا آوردی که صورت مسئله رو حل نمی کنه؟ آقا مسئله داخلی با شما چه ربطی بیشون داره؟ امضا کردی درسته یا نه؟ این که با چه دیالوگی صحبت آقای درویشتان شما صحبتتون؟ اونجوری صحبت کرد، من کجا با خصوصی با شما صحبت کردم؟ مگه با شما چه رابطه ای دارم که با شما خصوصی صحبت کنم که در مجلس خصوصی اونجوری صحبت میکنم؟ من اگر تا حالا جایی شما رو دیدم که خصوصی باشه با تون یه صحبت دیگه یا یه دیالوگ دیگه با تون صحبت کنم. شما اگر فرصت میکردین در درجه اول فقط میرفتین این لحجتون یه جراحی میکردین بهتر بود. جایی که فراخ میکرد بازم از مردم مصفایی میکنن که امشب مجبور شدن تحمل کنن اینو گرامر یا دیالوگ رو از ایشون. وقتتون همین میزانی که آقای ببینید اولا که بازم ببینید هزم توهین بازم فلان. ببین واقعا میگم متاسفم دیگه، سن سالی ازشون گذشته. شما حداقل 10 تا جلسه 7 8 نفره بودید که من بودم، ادبیاتون همین بود، از این بدترم بود. اما در مورد اینکه شما چرا اولا شما با بازیکن من مذاکره نداشتید، در آستانه جذبش نبودید، من مورد یک مورد بازیکنی رو مثال زدم که باشگاه استقلال باش مذاکره کرد، پیشنویس قرارداد آماده کرد، عدد آماده شد، بالای 10 تا شاهد بوده که عدد و رقم این بازیکن چقدر بوده. آیا شما بازیکنم هم چیزی داشتید؟ چرا من بازیکنهای دیگر رو مثال نزدم؟ این مقدار درک لازمه که چرا من همون یه دونه بازیکن رو مثال زدم و چرا بقیه رو مثال نزدم. این که عوض پاسخگویی به اون بیه مسائل داخلی باشگاه استقلال رو مثال بزنید، خب خوبه. الان منم 10 تا مورد مثال میزنم، افرادی که در داخل باشگاه پرسپولیس شما رو قبول ندارن یا با شما اختلاف دارن. اینا چه دلیلی داره؟ من خواهیم شما به من بگید در مورد اون نامه به شما چه ربطی داره؟ شما هیچ سمتی در باشگاه استقلال نکنید ما هم مسئله صحبت کنید. بس در مورد بازیکن همونی بود که ارکان قضایی بررسی کردن. شما شکایت کردید بنده در مورد قرارداد آقای بیرانوند، مگه اومدم این موضوع رو مطرح کردم؟ شما در مورد بازیکن من شکایت کردید و شکایتتون رد شده. شکایت که رد شده و رأی قطعی صادر شده، دوباره اینجا میاد مطرح میکنید. یعنی همون حرکات پوپولیستی و همیشگی. بازم دارم تکرار میکنم، من هیچ رأی قاطعانه‌ای صادر نکردم. من فقط از مقامات درخواست کردم بر اساس شکایت باشگاه استقلال به قراین ما ورود کنن، رسیدگی بکنن، یک بار برای همیشه حل بشه. شما نمیتونی 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون نفر هوادار رو شما بهش محکم بگید آقا همینی که هست، اگر دست بالا نرفته که نرفته، بازی اول نرفته که نرفته، بازی آخر نرفته که نرفته. نه، نمیشه. یه جا باید پاسخگو بشیم.
یه جا باید جواب بدیم. رای حلش چیه؟ رای حلش همین پیگیری قانونی ماست و دوم از جناب آقای تاج که خیلی سعی کردن که این چند تا بازی آخر منصفانه برگزار بشه، ازشون استدعا میکنم این وی آر زودتر به فوتبال ایران بیاد، 70-80% مشکلات ما رو این حل میکنه. اما در مورد قضاوت نهایی آینده نشان خواهد داد که چه کسانی چه جوری کار کردن و با چه کارنامه‌ای کار کردن. بسیار. بعد از رفتن همه ما نشان خواهد داد که چه ارثی برای باشگاه بر جای گذاشت. خیلی متشکرم آقای سمی. آقای دبیرش اگه نکته ندارید ما زمانمون دیگه تموم شده. نه منم تشکر میکنم از شما که حداقل برای مردم افکار عمومی روشن کردید که چه کسانی اهل سفسطن. من هم دوست دارم اگر مراجع قضایی و کسایی که تصمیم گیرستن تو یک مسئله، اونم قراردادی که بسیار بولد شد، همه حساب های قوموخیش و افراد و نزدیکان و از طریق سخت و جای مختلف پیگیری کنن ببینن آیا باشگاه پرسپولیس یا از جاهای دیگه بیشتر از مبلغی که تو قرارداد ایشون هست که زیر 16 میلیون تومانه، بازم تکرار میکنم زیر 16 میلیارد تومان هست، همه مراجعی که ایشون ارتباط خوب با اونها داره بیارن و تشخیص بدن که آیا قرارداد زیر این بوده یا نه. بسیار عالی. حالا این بازیکنی که میگم ما قراردادش رو دیدیم و قراردادش رو دیدیم، من نفهمم راجع به کی دارن صحبت میکنن که میان قراردادش رو آوردیم و دیدیم و اینا، متوجه نشدم بجرد. اسمشو میتونید بگفتید؟ یه بازیکن رو دارم میگم دقیقاً، اسمشو میخواید بگید؟ چون؟ گفتید یک بازیکن رو من راجع بهش دارم صحبت میکنم. نه من اسم رو چی میگم؟ نه اسم نمیبرن. آقای درویش متشکرم از شما. قربان شما. در نهایت اگه دوست داشتی چنل رو ساب کن و این پستم لایک کن و مرسی که با من همراه بودید.